به نام خدا و عرض سلام، بیننده برنامه آغاز روز از آریانا نیوز هستید. در ابتدا انفجاری که صبح امروز در چهارراه قنبر صورت گرفت تا کنون جزئیات کامل آن در دسترس نیست، اما گفته می شود که این انفجار تلفاتی هم در پی دارد و در در ورودی دانشگاه مارشال محمد قاسم فهیم اتفاق افتاده است. در این برنامه بیشتر صحبت می کنیم روی موارد متفاوت، اما در ابتدا دیدار مقام های آمریکایی با هیئت طالبان که در ابتدا بیننده گزارش می باشیم. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین له امریکا سره په رسمي توګه د سولې د خبرو د بیا پیلولو خبر ورکړی او ویلی دی چې دا ځل دا خبرې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې پیل شوي. سوهیل شاهین په ټویټر لیکلی چې ملا برادر له زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې د خبرو په پایلو او راتلونکو ګامونو خبرې وکړې. تلاشایی که در حال جریان است نتیجهش ای باشد که ما شاهد قطع خشونت در افغانستان باشیم و راه برای مذاکرات مستقیم هموار شود. د قطر له خبرو با خبر سرچینی وای چې اوس خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي او د اختلافي ټکو د حل لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزیر منځګړی توپ کوي. مذاکرات په ډیر حساس او نهایی پړاو کې دي. د تاوتریخوالي کمښت د توافقنامې له امضا یو اونۍ مخکې پیل کیږي او د بین الافغانی مذاکرات تر پیل کېدو پورې به بیا تمدیدي یو دوام بکوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ویلي چې دغه سازمان د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره د زمینې په برابرولو کې همکاري ته تیار دی. ویل کېږي چې دا خبرې به د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې له لاسلیک لس ورځې وروسته پیلېږي. کلي تنظیمات افغانستان دولت و مخالفت یک جای بشینن و بین افغانا از آیدیت افغانستان و از رهبریت خود افغانا این پروسه پش بروند. با خبر سرچینی وای چې په وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د غوښتنو په منلو او له نورو سخت دریځو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په هکله د امریکایي لوري ټینګار دغه خبرې اوږدې کړې دي. در رابطه با این دیدار بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای عبدالباقی رشید، آگاه مسائل سیاسی. جناب رشید، بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردین. در ابتدا فکر میکنین که این دور مذاکرات چه تفاوتی با دور قبلی داره که با توییت آقای ترامپ متوقف شد؟ ډیره مننه، سهار په خیر، سلامونه وړاندې کوم د تلویزیون ټولو اوریدونکو لیدونکو ته. بس بل دې ځای پیل کړم چې افغانستان کې د سوله ییزو راپه دې خوا دلته جګړې روانې دي. دغه جګړو هغه توان اکثرا د افغانستان ولسونه ویني، ګټې د نورو له خاطره تامین شوي دي. اوس ښه فرصت ده د سولې له خاطره چې رامنځته شوی ده، او د دغه فرصت نه باید د افغانستان حکومت او زموږ د سیمې هیوادونه همدارنګه نړیوال د افغانستان د سولې ثبات په راټینګېدو کې دوی استفاده وکړي. د ډېره وخته ګورو چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې پیل شوي دي، یو څو لاسته راوړنې شته، خو بیا هم دغه پروسه چې موږ ګورو د یو ګونګ حالت سره مخ ده. د افغانستان ولسونه په خلای معلوماتي کې قرار لري، نه پوهېږي چې کومه خوا د مسیر روان ده، خو بیا هم موږ په نیک فعال نیسو. په اوس وختو کې چې ګورو خلیلزاد صاحب د طالبانو له سیاسي پلاوي سره په قطر کې، همدارنګه د قطر هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره هم کتلي دي، دوی به ډیر بحث په دې کوي چې په افغانستان کې اول یو اوربند رامنځته شي، وروسته له اوربند نه بین الافغاني ناستو ته زمینه برابره شي، او دا د سولې یو ښه ګام ده، هغه ښه پیل هم ده چې باید همداسې وشي. نگرانی حکومت افغانستان را چقدر به جا میدانین با توجه به یک خواست حکومت همواره بحث آتش بس بوده، چنان شما هم به اشاره کردین، اما طالبان گفتن که وزیر خارجه پاکستان هم گفت که طالبان بحث کاهش خشونت ها را پذیرفتن و به یک نحو چراغ سبز نشان دادن. چرا طالبان با بحث آتش بس توافق نمی کنن؟ و اگر امریکا با طالبان وارد توافق شه و میان از یا برخورد کم شوه، فکر میکنین که بحث جنگ افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان چقدر میتونه آسیب پذیرتر شوه؟ لومړی خو هم چې د افغان حکومت تشویش ده چې باید سوله کې باید اول وربند وسي، دا یو ښه تصمیم ده. خو طالبان هم له دې ویره لري، چون په افغانستان کې یوازې طالبان جګړه نه کوي، دلته ځینې نورې هم ډلې شته، ځینې هیوادونه هغوی په افغانستان کې په دغه جګړه کې هغوی خپلې ګټې خوندي ویني. طالبان ویره لري که چېرته موږ وربند وکړو، دا زما نظر ده.
قربان دکړو داسې نه چې بل څوک دغه پروسې د مختل کول له خاطره طالب په نامه باندې داسې یو فعالیت ترسره کړي چې هغه دغه پروسه ګډوډه کړي او بل افغان حکومت هم په دې ویر لري که چیرته په دې نامه چې کهش خشونت رامنځته شي د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو څه هغه خشونت کم شي خو دلته به افغان ځواکونو ته بیا تلفات ډېر ورسېږي جنګونه به زور واخلي دغه یو هغه د تشویش اړخ ده چې د افغان ولسونو سره هم شته افغان حکومت سره هم شته او خلاره دا چې باید اول اوربند شي. دید شما چی است نسبت به نیت طالبان و نیت پاکستان؟ آیا واقعا طالبان پس از گذشت نزدیک به 3 دهه مبارزه در مقابل حکومت های متفاوت در افغانستان آیا آماده هستند که بین وارد روند سیاسی افغانستان شوند و صلح بپذیرند؟ اول خدا خیلی فرصت ده چې طالبان پس له ډیرو جګړو دوی سوله ته غاړه ایښې ده چې سوله وشي. سوله دوی هم ارمان د افغانستان د ولسونو افغان حکومت هر هغه چا چې د افغانستان په ثبات کې د هغوی خیر ده د هغوی په افغانستان کې سوله غواړي. زموږ دید داره چې طالبان هم غواړي سوله وکړي مګر دا چې په کوم ډول سره سوله هغه دوی هم یو څه خپلې نظرونه لري خپلې خبرې لري. دوی بهتره ګڼي چې مخکې له دې چې دوی تلپاتې سولې ته راشي دوی د افغان حکومت سره باید افغاني ناسته جوړه کړي بیا وروسته په افغانستان په سوله او ثبات باندې خبرې وکړي. اول دا راخره چې دوی اوربند وکړي د زما نظر د طالبان هم د موږ غوښتنه ده د افغانستان د ولسونو غوښتنه هم ده اوربند کې دا سوخی ګڼي دي. یو خدای چې تلفات به بیخي صفر ته ورسیږي تلپاتې سولې ته به یو زمینه ورسی. همدارنګه طالبان افغان حکومت باید دوی په مخامخ خبرې کوي د افغانستان ولسونو ځوانانو حتی له ښځو سره دوی سره هم یو خبرې شي دوی په سوله کې کوم ارزښتونه غواړي کومې خبرې غواړي. اوس حتی که موږ وګورو د افغانستان ولسونه خلک په دغه پروسه کې بیخي دخیل نه دي مګر دغه یو غټه ننګونه ده چې باید په دې پروسه کې د افغانستان د ولس استازي ځوانان ښځې دوی د ټولنې یو مهم قشر ده دوی باید مستقیم دخیل واوسي که دوی هم خپل ارزښتونه خپل نظرونه خپل غوښتنې طالبانو ته نړیوالو ته افغان حکومت ته سره شریکې کړي تر څو موږ وکولی شو د تلپاتې او دایمي سولې له خاطره یو زمینه بس مساعده کړو. اگر بپردازیم به سارات و حکومت افغانستان که همواره گفته که بحث اصلی جنگ در افغانستان طالبان دامن میزنند و عامل اصلیش طالبان هستند و انفجاری که صبح امروز صورت گرفت فکر میکنین که حکومت با توجه به کم شدن نیروهای خارجی در افغانستان توان مبارزه در مقابل هراس افغانان به ویژه گروه هایی که آماده نیستند با حکومت افغانستان وارد صلح شوند را داره؟ که چیرته امریکایان له افغانستان ووځي اوس د افغان ځواکونه ډېر توانایي لري چې هغوی د هغه ډله سره چې هغوی د افغانستان د ملي منافعو په ضد جنګېږي د هغو سره مبارزه وکړي او دا خله چې طالبان هم سولې ته غاړه کېږي د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي یو څه انعطاف وکړي هغوی هم افغان حکومت هم باید انعطاف وکړي او بل د سولې په خبرې کې باید یو نړیوال تضمین رامنځته شي. هغه نړیوال تضمین کولی شي امریکا وي د سیمې هېوادونه وي هر هغه څوک چې د افغانستان په جګړې او د سولې پروسه کې دخیل دي دوی یو بستر رامنځته کړي چې بین الافغاني ناسته جوړه شي او تضمین په اساس باندې دوی د سولې هغه خبرونه مخته یوسي. فکر میکنین که ایالات متحده امریکا در رابطه با صلح افغانستان با توجه به نزدیک شدن انتخابات در امریکا چقدر حساس است و چقدر به این بحث مخصوصا آقای ترامپ اهمیت میده تا اینکه بحث باید جمع شود؟ هم دغه ځینې تشویشونه دي چې د افغانستان ولسونه بالخصوص ځوانان سره راپیدا شوي دي چې د سولې پروسه داسې نه چې دا یو بل خدای مه کړه د افغانستان د ناامنۍ له خاطره یو بل پړاو واوسېږي او نه باید که هغه د افغان حکومت وي که طالبان وي که سیاسون وي که د سیمې هېوادونه وي که خپله امریکا وي باید له دغې پروسې چې هغوی امتیاز ترلاسه نه کړي باید دې پروسې ته هغوی صادق او رښتینې پاتې شي تر څو په افغانستان کې یو د امن فضا رامنځته شي. دغه ولسونه هم د سولې حق لري دلته باید په سوله ییز ماحول کې دوی ژوند وکړي نه دا چې نه دا چې د افغانستان په سوله او جګړه کې د نورو ګټې خوندي اوسېږي. خلیلزاد هم باید چې کله طالبانو سره دوی ناستې لري بیا وروسته د افغانستان حکومت سره معلومات شریکي بیا امریکا ته ځي باید دا پروسه دوی زر تر زره رالنډه کړي مخکې له دې چې په امریکا کې هلته ولسمشري ټاکنې وشي دوی دلته د افغانستان د سولې یو مثبته پایله لاسته راوړي تر څو بیا هلته کولی شي که چیرې ترامپ هم غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې هغوی د خپلو ولسونو رایه ترلاسه کړي دا خلک چې په افغانستان کې هغوی یو سوله ییز
محافظ رمانسی که دلته ثبات راولی به وروست کولی شي هم البته دغه مثبت نتیجه نه غوی خپل ځان په نفع استفاده وکي. او دیده شما دیده شما نسبت به عملکرد طالبان چی است؟ فکر میکنین که توقف جنگ و یا آتش بس و یا کاهش خشونت با نیروهای خارجی و ادامه جنگ در مقابل نیروهای امنیتی چنانچه بارها از سوی تریبیون طالبان به صدا درآمد چه پیامی را برای مردم افغانستان میرسانه که واقعا هدف که در پشت جنگ است که سوی طالبان به پیش برده میشه چی است؟ در حالت هیچ چه در منال نده چه طالبان در امریکایی زوکونه سر وربندو که لغوی سر در کاهش خشونتی که در افغانستان زوکونه در افغانستان دولسون پران دوی جگریت زور رکی دا طالبان ته هم کنه د افغانستان ولسونه په دې کې لا قرباني ویني او زما په نظر زما غوښتنه د طالبان ده چې که چیرته رښتیا سره سوله غواړي دوی باید د افغانستان ولسونه ته د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هم درناوی ولري افغان ځواکونه په وړاندې تاوتریخوالی راټیټ کړي همدارنګه د افغان حکومت سره د افغانستان له ولسونه سره مخامخ ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو دوی باید خبرې وکړي که چیرته دوی غواړي چې یوازې له امریکایي ځواکونو یا بهرنیو ځواکونو سره تاوتریخوالی راټیټ کړي دا بیا او د افغانستان ځواکونه په وړاندې دوی جګړو ته زور ورکړي دا هم شي منطقي او سمه لار نه ده ښه دا ده چې د افغانستان د ولسونو د قربانۍ د نورو قربانیو ورکولو له خاطره باید ګامونه دوی هم اوچت کړي یکی از باورها این است که زمانی که بحث سردی هوا به میان میآید طالبان و پاکستان بحث صلح داغ‌تر میسازند اما باز هم با گرم شدن هوا میرن دوباره به طرف جنگ و ادامه خشونت باور شما چی است؟ آیا واقعا ما به مرحله رسیدیم با توجه به تحولات جهانی داخلی و منطقه‌ای که طالبان بیان وارد روند سیاسی افغانستان شان و یا نه خود طالبان هم چند دسته هستند و ممکن نیست که یورو را برای میز سیاسی حکومت افغانستان و یا روند سیاسی کشند د طالبان یو ویره ده هم ده چې دوی کله اوربند نه کوي دوی دا ویره لري چې که چیرته موږ اوربند وکړو یو هغه مثال ښه راځي چې کال د مخه په کوچني اختر کې اوربند وسو سرتاسري ټول افغانستان کې یو ټاک هم وسو هغه یو ښه ګام و هماغه اوربند چې طالبان ته یو څه د هغوی واحدوالی یووالي اشاره وکړله همدارنګه که چیرته طالبان غواړي چې په سوله کې هغوی یو ښه مثبت ګام ولري باید دوی اوربند وکړي او دوی خپل ځان واحد او مستقل د افغانستان ولسونو ته او نړیوالو ته ښکاره کړي بیا وروسته دا مثبته پایله لري چې طالبانو سره موږ ښه افغان ځواکونه یا د افغان حکومت د جګړې په کموالی کې رغنده رول ولوبوي او د سولې ثبات له خاطره دوی ښه پایلې ته ورسیږي بله خبر دا چې متاسفانه چې هر پسرلی موږ ګورو چې دواړه خواونه داسې یو نومونه په نامه تاندر یا دا هغه یا شاهین عملیات شاهین یا دا باندې نومونه کېښودل کېږي چې په دې کې جګړې زور اخلي او په جګړو کې د افغانستان ولسونه قرباني ویني قرباني یوازې دا نه ده چې موږ جګړې لرو موږ ونن سبا کار نه لرو ځوانان بیکار دي شغل نشته ټولنیز عدالت نشته اقتصادي پرمختګ نشته همدارنګه زموږ کوی عملاً په سونامي کې ښکېل یو سونامي په دې معنی چې نن سبا زموږ ټولنیز سکون نشته خلک مسؤول نه دي خلک د تقریبا د افغانستان اویا سلنه که ووایو خلک د فقر لاندې ځوان کې ځوانان ډېری بیکاره دي له هېواده تښتي دا ټول هغه عوامل دي چې د دغه جګړې تاثیرات د افغانستان ولسونه او په خلکو باندې دید شما در رابطه با روابط کابل و واشنگتن چی است؟ در صورتی که امریکایی‌ها به این وارد تعامل با طالبان شوند حکومت افغانستان از دستش چی برمیاد؟ نقشش چی است؟ چی باید بخواید که این عملی شود با توجه به توافقاتی که میان کابل و واشنگتن است؟ زما دید دا چې د افغانستان او واشنگتن ترمنځ کوم اړیکې دي له پخوانه د ستراتیژیک اړیکې دي اوس هم دوی د خپل ستراتیژیک اړیکې پالي چون یو بل ته دوی اړتیا لري امریکا هم چې په افغانستان کې راغلی دلته شتون لري خو تر څنګ د افغانستان ځواکونه دي چې د مخالفینو پر وړاندې جګړه کوي همدارنګه افغان حکومت هم نړیوالو مرسته اړینه اړتیا لري د دوی تر منځ یعنې یو طرفه اړیکې نشته دا ستراتیژیکې اړیکې دي چې تر یو تفاهم یا د یو کنوانسیون په اساس باندې مخته ځي با توجه به صحبت هایی که کاندیدان ریاست جمهوری امریکا داشتن فکر میکنین که افغانستان چقدر و کابل حکومت وحدت ملی چقدر برای واشنگتن و کاخ سفید اهمیت داره؟ اهمیت بده چې نړیوال هم د افغانستان له خاطر دا شعار چې موږ د افغانستان سره مرستې کوو د افغانستان ځواکونه سره مرستې کوو د افغانستان حکومت سره مرستې کوو
دغم پر حد پر قابل لهستی خو ډیر دوی پرې بارے مغنه چې مګه نور مرسته مګه اړنو ارتیا ولرو مهم خبر دا چې په افغانستان کې باید ثبات راشي افغانستان کې باید سوله راشي کله چې سوله راغله ثبات را خپل جګړه راټیټیږي فقر له منځه ځي بیکاري له منځه ځي دلته همدار چې موږ په یووالي سره په ګډه سره که هغه سیاسون دي د افغانستان حکومت ده که طالبان دي که نور هغه سو چې هغوی د افغانستان له خاطره ژمنتیا لري په ګډه موږ کولی شو بیا د افغانستان د لا ښه پرمختګ د افغانستان له ثبات له خاطره کار وکړو بیا که چېرته نړیوال غواړي چې له موږ سره مرستې وکړي هغه په داسې یو میکانیزم په داسې یو اساس مرستې وکړي چې دوی زموږ سره په زیربنایي برخه کې مرستې وکړي زموږ سره په ټولنیزو برخه کې مرستې وکړي دا مرستې چې دلته موږ راغلي جګړه کړو جګړه د حل لار نه ده هېڅکله تقریبا 18 کاله دوی له طالبانو سره جګړه کړه جګړه ورځ په ورځ زور اخیستې مګر کومه سوی نه ده د حل لاره سوله ده باید نړیوال امریکا سیمې هیوادونه خپل افغان حکومت طالبان اوس د سولې له خاطره دوی کار وکړي او د افغانستان د تلپاتې سولې له خاطره دوی له جګړې کار ونه کړي باید له خبرو اترو له خبرو اترو چې هغه بین الافغاني وي هغه کې د افغانستان د خلکو ولسونو مستقیمن هغوی پکې دخیل وي چې د هغوی د غوښتنې د هغوی هغه ارزښتونه باید پکې شامل وي بیا کولی شي موږ د په مشترکن د یو باثبات افغانستان له خاطره کار وکړو مخته ولاړ شو فکر میکنین که در داخل چقدر اجماع وجود داره و چقدر یک دست از حکومت و مردم افغانستان به خاطر رفتن به سال و آیا عناصر در داخل هستند که بیشتر تمایل به طالبانیزه شدن روند افغانستان دارن و یا خیر دا مهم بحث ده چې په داخل که اجماع اول خو ښه ده چې افغان حکومت یو ملي اجماع د افغانستان په سطحه داره رامنځ کړي افغانستان سیاسیون د افغانستان هغه مخور کسان چې هغوی په مستقیمن په سوله او جګړه کې داخل دي زما په نظر تر اوسه یو ملي اجماع نه ده رامنځته شوې موږ چې کله ګورو د سولې په تړاو د افغانستان مخکني سیاسیون اوسني سیاسیون دوی متفاوت نظرونه لري جناب آقای محمد حسین ناصری را با خود داریم جناب ناصری با باور شما بحث اصلی در میان امریکا و طالبان که کاهش خشونت ها است از سوی طرف های درگیری به ویژه طالبان در نظر گرفته خواهد شد سلام و صبح بخیر خدمت شما و بخش همکارای تکنیک ما و هموطنان عزیز و جای تاسف و تاثر است که امروز با برخواستن از خواب و به سوی دفتر و یا جاهای اماکن کاروباری خود رفتن به جایی که خبر خوشی را بشنویم که در رابطه با صلح و در رابطه با انکشاف و مسائل اقتصادی و سیاسی کشور چی رویدادهای مثبتی رخ داده ما همه روزه گواهی رویداد دلخراش و غم انگیز بودیم که ما را بسیار سخت واقعا متاثر می سازد ولی موردی که امروز حدود ساعتای 7 بجه صبح که در دروازی ورودی پانتونی نظامی مارشال صاحب فهیم رخ داده ما 3 روز قبل همچنان از امو سرک عبور می کردم وقتی به مجمع پایین شدم دیدم که یک چند فرد نظامی ما در صدد تلاشی عبور مرور وسایل نقلی و افرادی که داخل به هجوم شدن یعنی من خودم فکر کردم که آیا اگر اینجا کدام هدف شوم از طرف دشمنان وطن و مردم ما باشه اینا چطور این مورد مهار خواد کردن ولی بعد با تاسف همیشه دشمنان مردم دشمنان وطن ما همیشه از نقاط ضعف نیروهای امنیتی ما از نقاط که اونا میتونن در آنجا به سهولت به آرامی و به دل جمع حملات انتحاری انفجاری و تمام مسائل حرکات نظامیشان را انجام بدن اونا استفاده میکنن ولی موضوعات که گفتگوی صلح میان امریکا و طالبان است چند روز پیش که از روزنامه مسیر ما یک پیامی را خواندم نظامیای قماندانای نظامی طالبان بالای سیاسونی که در دفتر قطر هستند بالای زنا صدا کردند که تا بتنان که امیر روند گفتگوی صلح را با امریکا سرعت ببخشند اونا گفتند که هر زمان که کندی و کاستی در گفتگوهای صلح به میان میاد روحی امو ملشه های جنگی که اینا با خود دارن روحی از اینا تضعیف میشه و اینا در خط جنگ ها اونا ضعیف میشن و نیروهای امنیتی با گویا بالا از اینا مقدمتر و پیش قدمتر میشن
اینجا ما نمیتونیم که تا هنوز هم گرچه هیچ گروه رویداد امسو و به دوش نگرفتن نمیتونیم که زود از وقت قضاوت بکنیم که این رویداد مانی چی میشه، ولی وقتی اگر این مورد تثبیت شود که آیا این مورد را طالبا انجام داده و یا گروه دیگه، اگر طالبا انجام دادن به این معنی که میخواین که نقطه قوت خود را نشان بدن تا بتونه که امتیازگیری بکنن از خود امریکا و یک فشاری را بالای حکومت افغانستان هم وارد کنن که حکومت افغانستان همیشه تلاش داره و همیشه تاکید بر این داره که بعد از اینکه امریکا با طالبا توافقنامه را امضا بکنه، بعد از او باید با حکومت افغانستان با مذاکرات بین الافغانی نشست داشته باشن و تاکید بیشتره که مردم افغانستان و خود حکومت افغانستان از او را از بالش زیاد تاکید داره آتش بس سر تا سر است. ولی قبل از وقت بود باید باشه که ما بگویم که گویا روی صلح چی پیامدی خود داشت، ولی ممکن میشه که یک تعداد دشمنای وطن که دشمنایی که در مقابل امریکا هم قرار دارن که ما نمیتونیم از اوشون پوشی بکنیم، ابر قدرت که 30 سال قبل به زانو در آمد در افغانستان که تجاوز کرده بود قشن سرخ روس، در گذشته ما دست بازی دارن در اینجا که میتونن که اگر از مرزی را برپا کنن تا امریکا را تضعیف کنه و بمو مرزی که 30 سال قبل خودش به اون مبتلا شده بود امروز امریکا را همچنان به این مبتلا بکنه و یک ابر قدرت جهان را دیگر را بر کود بیارن. ولی بعضی کشورهای دیگه هم هستن همچنان در این مورد دخالت میکنن. بس حقوق بشر برای امریکا و کسانی که حالا در گفتگو با طالبان هستن چقدر ارزش داره؟ چون در گذشته ما شاهد چنین حملات بودیم که غیر نظامیان هم خیلی آسیب دیده بودن. واقعا در گفتگوهای صلح این روی میز است و رویش توافق میشه بحث میشه یا نه؟ بحث سیاست های کلان امریکا باعث میشه که نادیده گرفته شود. ببینید تا جایی که ما معلومات از گفتگوهای میان طالبا و امریکا در مورد صلح داریم، موارد گوناگون ذکر میشه. گاوقات نماینده های امریکا خود آقای ترامپ تغییر مسیری فکری میکنه، گاه اوقات یک حرف میزنه فردا میخواد حرف دیگه میزنه، ولی ما همیشه تلاشی از این داریم، همیشه از رسانه ها گفتیم که حقوق بشری نباید ما به قسم رفتار بکنیم که فردا یک معامله سیاسی بین امریکا و طالبان باشه و پس فردا ما که بعد از امو زمان بحث مردم جدا، بحث سیاست های کلان واشنگتن و طالبان چقدر در صورت که شعارشان رسیدگی به حقوق بشر از فکر میکنین که به حقوق بشر در افغانستان چقدر ارزش میتن؟ ببینین اگر مسئله ارزش حقوق بشری باشه در افغانستان هر وقت که هر فاجعه‌ای که رخ داده آنچه که سازمان های حقوق بشر است، سازمان های بین‌المللی که در رسه عرصه حقوق بشری کار میکنن به آن اندازه که نیاز بر دگر نیاز است و به دیگر کشورها اینا میرن در آنجا مدافع حقوق بشر هستند، با و اندازه افغانستان چیزی را ندیدیم. ما انتحارها و انفجارهای گوناگونی را در اینجا با چندید داریم و سراغ داریم که در افغانستان چقدر مردم غیر نظامیان تلفات دادن، معیوب شدن، ولی حقوق بشر همچنان در مورد افغانستان چنپوش های زیادی کردن. ولی ما امیدواری از هستیم که وقتی امریکا با طالبان این موضوع صلح را مطرح میکنن، موضوع حقوق بشری، موضوع دستاوردهای 18 سال پسین افغانستان را باید مورد نظر بگیرن. فکر میکنین که بحث داعش که در گذشته ها حملات را این گروه هم انجام داده بود و سازمان ملل چند قبل گزارش منتشر ساخت که حملات داعش بیشتر از طالبان بر مراکز نظامی بوده، فکر میکنین که واقعا این بار بحث داعش خیلی پررنگ خواهد شد دوباره و یا نه بحث طالبان همواره و همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که سیاست های کلان از واشنگتن در افغانستان تطبیق شود؟ تا هنوزم موردی که من ذکر کردم قبلا هم نتیجه انفجار امروز تا هنوزم کسی به شکل رسمی به عهده خود نگرفتن، اگر داعش هم بگیرن، چون داعش اکنون در افغانستان به شکل از اشکال آنچه که در قبلا تحرکاتی داشتن به او صورت فعلا به او اندازه قوت ندارن، ولی ممکن که باز هم از مجراهای مختلف عملاتی را انجام بدن، چون همیشه از تضعیف نیروهای امنیتی و دفاعی ما از بس مشخص این است که در صورتی که یک بخشی از طالبان چنانچه ما در گزارش ها مشاهده کردیم که برن به طرف صلح و یک گروه از این طالبان و جنگجویانشان که ناراض هستند
چقدر احتمالش وجود داره که بیان با گروه های مانند داعش یک جاشن و در مقابل حکومت و مردم افغانستان بجنگن؟ دقیقاً چون ما نظر به گزارشات و نظر به گفته های نیروهای کشفی و امنیتی ما که تا حدود 21 گروه در افغانستان فعلا در جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی ما هستند، ما با یک گروه فعلا امریکا و خود طالبان با یک گروه اینا مذاکرات صلح را پیش میبرن، آیا 20 گروه دیگه که باقی میمانن و اینا امریکا هم خواستار از این که تضمین 20 گروه را با گویا طالبان بکنه، ما فکر نکنم که این موضوع را حل داشته باشه، چون 20 گروه دیگه با از خود یک طرز عمل فکری و حلقات بیرونی یا منشأ بیرونی داره، چون در افغانستان چیزی وجود نداره که در افغانستان یک گروه تامین شه. اگر در افغانستان هم تامین میشه گویا کسای اینا را تامین میکنه که نو منشأ خارجی دارن، بود خارجی دارن، هیچگاه نمیتونه که از افغانستان کسی به او قراندازی قدرت و توانایی داشته باشه در خود افغانستان یک گروه حراس افغانی گروه توریستی را تمویل بکنه. شما اشاره کردین که با چنین حملاتی اگر از سوی طالبان باشه دنبال امتیازگیری هستن، مشخصا به دنبال کدام امتیاز و وظیفه مردم افغانستان، حکومت افغانستان، کسانی که در بحث حقوق بشر و جامعه کار میکنن، شهروندان چی است تا صدای خود بلند کنن تا حق خود به دست بیارن و از چنین حملات جلوگیری شه؟ وای اصلا ممکن است بخیر؟ ببینین در موضوعات افغانستان همیشه که به اینجا اتفاق میفته، مثل که امسوب اتفاق افتید، همیشه نهادهای جامعه مدنی، جوانان بخصوصا کسایی که دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و صوتی و تصویری دارن، همیشه تلاش کردن، همیشه فعالیت‌های خود را گسترده کردن، همیشه دفاع از حقوق بشر کردن، همیشه دفاع از مردم عام افغانستان، همیشه از نظام حمایت کردن، اما یک چند پارچگی در مردم افغانستان نیز وجود داره که چند پارچگی بنابر بعضی ملحوظات باز هم منشأ خارجی داره که گویا اوقات افراد اشخاص در بین نظام، در بین نهادهای مدنی، جوانا هم حضور دارن که اینا هیچگاه اگر امروزی که من اینجا بس میکنم و دل ما با بالای مردم و وطن می سوزه گویا برداشت سو میکنن و یا هم نقد میکنن که اگر کسایی حق میگن اونا را که وقت نقد کردن و از چند طرف بالای از فشارهای انتقاد گونه به وجود آمد، گرچه ما تسلیم به این موضوعات نمیشیم، اما حقوق بشری یک مورد این نیست که ما امروزی به شکل عصری ما میگیم حقوق بشر قرآن هم ذکر میکنه و از لحاظ اسلامی همچنان در اینجا توضیحات داده شده که حقوق انسان بجز از خداوند که او آن چیزی را برش میتا آن چیزی را میگیره صلاحیت داره، هیچ فرد حق تلف شدن یک شخص را نداره. درست. اما با تاسف که جامعه جهانی حقوق بشری که در عرصه حقوق بشر کار میکنه آنچنین توجهی که در افغانستان باید صورت میگرفت و حملاتی که از سوی خارجی ها کماکان در اوقات زیاد در افغانستان به مواجه صورت گرفت که در کنر شد اگر بپردازیم به اظهارات، اما اینا توجیه نکردن این مورد یا هم فشاری ناوردن سر جامعه ملل که آیا شما چرا کورکورانه بمبار میکنین، چرا مشخص اهدافتان قرار اگر بپردازیم مشخصا به حملات مخالفان مسلح و مراکز نظامی و مردم غیر نظامی در افغانستان که همواره حکومت گفته که اینا در جنگ رو در رو با حکومت افغانستان ناتوان هستند، بنان میان بر مناطق حمله میکنن که اونجا افراد ملکی است و منازل رهایشی است. دید شما چی است در ولایات زمانی که سفر میکنین؟ واقعا اطلاعاتی که شما دارین بحث جنگ کی پیشتاز است؟ کی ابتکار عمل به دست داره؟ ببینین ما آنچه که حکومت میگه، سخنگوی حکومت میگه، سخنگوی مجبور هستن که چون تغذیه معاش میکنن مجبور هستن که بعضی اوقات از بعضی حقایق بگذرن، ولی آنچه که ما تصور داریم دیدگاه ماست و چشمدید ماست و هر لحظه ما از صفوف مقدم جبهه را پر به دست میاریم، مثل که امروز یا دیروز از ولایت کندوز به دست آوردم در رابطه با رهایی عبدتن از زندانیایی که در مخفیگاه طالبان نگه داشت میشدن، 14 نفری که در زمان انتخابات ریاست جمهوری همچنان بازداشت شدن از طرف مخالفین مسلح که تا اونو 30 نفری از اونا رها شدن و 9 نفری هنوز در بند هستن. این 14 نفر 15 نفری که دیروز رها شدن آیا اینا از تضعیف اما حکومت محلی و نیروهایی که در رأس مدیریت و رهبریت امی قواهای امنیتی ما قرار دارن یا از ضعف از اینا یا از تقویت از اینا؟ همیشه نظام افغانستان کسایی که در رهبری و مدیریت قرار دارن او اشخاص افرادی که در خط مقدم جبهه هست یا افسر است یا عسکر است یا بردمل است آنجا که اصلا اونا واقعا که جنگ میکنن، ولی تاکید ما همیشه و تکراراً چون روند صلح در جریان است تاکید ما روی جنگ نیست،
و اصلا ما موافق به جنگ نیستیم، ما خواهان جنگ نیستیم. اگر نیروهای امنیتی ما همچنان جانفشانی و سربازی میکنن، ما مخالفت از مخالفتش نمیکنیم. واقعا که میرز من واقعا که جنگ میکنه، ولی ما مخالف جنگ هستیم. اگر اون طرف مخالفین باشه و اگر این طرف نیروهای امنیتی ما باشه، ما مخالف جنگ هستیم، چون ما در آستانه برقراری آتش بس و صلح میان افغانا و صلح و توافق امریکا با طالبان هستیم. ما هیچگاه تاکید برای جنگ نمی کنیم و جنگ هیچ نتیجه ای نداره. جنگی که بین افغان ها باشه نه قهرمان داره و نه نتیجه مثبت داره. ما تاکید ما روی صلح هست. از حکومت افغانستان همچنان خواهش از این می کنیم که در برنامه ها و رویکردهایی که به اماکن مسکونی آمد ضربه می رسه و نیروهای خارجی که همچنان بمبار میکنه، روی از اینا هم فشار بیارن، چون راپور ها و کوردینات های دقیق بگیرن، بعد از عملیات خود انجام بدن، و روی مخالفین مثلا که آنها هم جنگ میکنن. امیدوار هستم و خواهش میکنم که برادر با برادر همواره مثل که میگه این نمل مومینین و اخوه به مساوی از این حرکت بکنن تا بتانیم که یک فضای صلح و آرامی به وجود بیاریم، تا بتانیم کشور ما را خود ما بسازیم. و اگر اینا به امید از این باشه که خارجی ها و کسایی که در اینجا آمدن مستقر شدن با ما امن و صلح را تامین میکنن، این بدور از حقیقت هاست، چون ما تجربه کردیم، 30 سال قبل هم تجربه کردیم، 40 سال میشه که ما در جنگ هستیم و هیچگاه خارجی و کسایی که در اینجا آمدن به منافع شخصی در پی منافع شخصیشان هستن. و آنچه که ما تماشا کردیم و آنچه که ما معلومات داریم، افغانستان فعلا میدان رقابت های ابرقدرت های جهان است، ولی نگذاریم که ما افغان ها این موقع را بر از اونا بتیم تا 40 سال دیگه و چندین سال دیگه هم به دربدری ما متصل شویم و نشوه که ما هم به عقب ماندگی بسیار تضعیف بریم. آنگاه باز فکر میکنیم که امکانات استخباراتی و امنیتی نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر جلوگیری از مهار چنین حملات به چه پیمان است، با توجه به بحث نظامیش که میشه و باز اکادمیک روی از صحبت شود، اما واقعا شما دیدتان چی است با توجه به صحبت هایی که داشتین که خارجی ها آنچنانی که باید امنیت تامین میکردن نتونستن، ما چی دست داریم، چقدر امکانات نظامی داریم، تکنیکی داریم به خاطر ردیابی، شناسایی، کشف و استخبارات مورد؟ ما بعضی مسائلی که فعلا نیروهای امنیتی ما و دفاعی ما گاوقت از پرس کنفرانس های رسانه‌ای میگن و یا هم بعضی از دوستایی که در آنجا هستن و با ما ارتباط دارن، بعضی مواردی دارن، ولی به آنچه که جهان داره ما نداریم، چون حکومت افغانستان نوبرپا است. حکومت افغانستان تا هنوزم از اختلافات درونی بدر نامده. آنچه که لازم است به گروه های به ارگان های کشفی و استخباراتی ما. اما هرگاه که ما بعضی اوقات اطلاعاتی به دست میاریم، اگر یک کسی مشکوکی را به دست بیارن، دستگیری بکنن، بعد از اینکه به اصل قضایا برسیم، بعد از اینکه به اصل مسئله برسیم، قبل از این با چند مبلغی که به دسترسی امو شخصی که او را دستگیر میکنه، او را رها میکنه. همیشه مردم ما در مقابل پول تن میدیم. همیشه ما در مقابل پول امو ارزش های ملی. کدام موارد شما دارین میشه که با بیننده ها شریک بسازین، در کجا و در کدام زمان در کدام حمله چنین اتفاق صورت گرفته؟ ببینین وقتی که یک موتربمی با چاره نزدیک به صدارت یا چاره زنبق موتربمی که با چقدر وزنه، با چقدر انفجار، با چقدر مواد کیمیاوی متحمل شده که با اون جمعه با اونجا انفجار میکنه، آیا هیچ چک پوینت، هیچ دروازه ورودی به کابل متصل با افغانستان متصل ای را دیده نمیتونه؟ و گاه قاد در بین چون بین افرادی که در رده بالا در نیروهای امنیتی بودن، وقتی که کنار رفتن، اینا بعضی موارد افشا کردن، بعضی موارد گفتن که در فلان خانی فلانی نگاه داشت مش. آیا چرا پیگیری نمیشه؟ فکر میکنین که هیچ کس از قانون بالا نیست، باید قانون یکسان بالای همه مشخصا این حملات یک صورت میگیره، سرنخش برمیگرده و شماری از چهره هایی که در داخل نظام هستند کاملا ما همیشه زود و نقص حرفاش رو میبینیم. ببینید که مثلا چه کسانی کدام چهره ها ما نمیتونیم، چون ارگانای کشفی و نظارتی داریم، مسئولیتشان است، امرار حیات میکنن، ماش میگیرن، باید اونا بازگو بکنن، اونا افشا بکنن این چهره ها را، تا بتونه که مردم هم بشناسن اینا را، شناسایی بکنن. در کدام سطوح هستن؟ در رده های مختلف هستن، از کوچکترین فرد شروع میکنه تا بالاترین افراد این افراد که همیشه همواره جزئیات عملیات این رو دفاعی افغانستان افشا کردن، همیشه اینا طراحی کردن، همیشه حتی قمندان هایی که در یکی از قمندان های امنیه بودن انتحاری را در موتر خود انتقال میداد که هنوزم دوستش معلوم نیست که در کجا به کجا رسید.
فکر میکنین که حکومت و حلقه که در رأس رهبری قرار دارد تعهد کافی و یا توان و ظرفیت کافی به خاطر مهار چنین حملات دارد؟ شما از انفجار چهارراه زنبق یادآوری کردین، اما ما مشخصا سوال ما این بود که ما امو امکانات را داریم که از لحاظ تکنیکی و الکترونیکی امی وسایل ما شناسایی بکنیم و یا نه هنوز ما به او درجه نرسیدیم و خیلی فاصله داره. ما یادآور کردم که آنچه که دیگرا دارن و همسایه کشورهای همسایه ما دارن و کشورهای خارجی دارن ما با او سطح هنوز آماده نیستیم. چرا؟ چون به خاطر که حکومت ما گفتم که یک معضل عمده که در بین حکومت نو برپا است 18 سال میشه که ما یک حکومت را ساختیم و یا حکومت ساخته شده آنچه که در زدوبندهای سیاسی، زدوبندهای اختلافات سیاسی بین حکومت و یک اعداد سیاسی نمکا در پی امتیازگیری و باجگیری از حکومت هستند، هیچگاه حکومت به این شکل نماندن که تا بتانن که نیروی امنیتی دفاعی ما را آنچه که ضرورت است نیاز است تجهیز بکنند و تعهد امنیتی که امریکا داشتن همچنان اونا هم به تعهد خودشان استوار نبدن، وفا نکردن. باید نیروه امنیتی ما از همه اول تا اینا تجهیز شوند، وسایل و تجهیزاتی که در مورد کشف و ضبط همچین واقعی صورت به دست به کار میاد اینا را باید به نیروه امنیتی و دفاعی کشفی ما باید به دست از اینا بسپارن تا اینا جلوگیری همچین رویدادها را بکنن. اما وقتی که امکانات هم داشته باشیم و اشخاص افرادی که در تعهد به وطن، تعهد به وظیفه، تعهد به مردم خود نداشته باشه هیچ گمان نمیتونیم، چون اینجا مهم از این است که تعهد داشته باشیم در مقابل مردم و وطن خود. ما متحد باشیم به وظیفه خود، متحد به مردم خود باشیم، چون ما آینده افغانستان را بنگریم، نه این آله که ما چند پماش میگیریم و امروز هستیم و فردا چیز دیگر باشیم. خیلی تشکر جناب محمد حسن ناصری آگاه سیاسی که تشریف آوردین. حوالی ساعت 7 صبح امروز انفجار در چهارراه قنبر اتفاق افتاده و در درب ورودی دانشگاه مارشال محمد قاسم فهیم که مقام های امنیتی و گواهان رویداد از به میان آمدن تلفات در این رویداد سخن گفتند، اما آمار دقیق تلفات تا کنون از سوی نهادهای مربوط مشخص نشده است. گفته میشه که این رویداد هنوز مسئولیتش کسی به دوش نگرفته و زمانی که مؤسسین و شماری از کسانی که میخواستند داخل دانشگاه مارشال محمد قاسم فهیم شوند اتفاق صورت گرفته، اما تلفات تا کنون چنانچه اشاره کردیم مشخص نیست و این حادثه زمانی صورت میگیره که گفتگوها میان مقام های امریکایی و طالبان در قطر هم داغتر شده و از بحث کاهش خشونت ها هم یادآوری شده، اما دیده میشه که مراکز نظامی و مربوط به نیروهای افغان همچنان مورد حمله قرار میگیره و روز گذشته نیز گزارش های منتشر شد که از حمله سبز بر آبی که دو تن از سربازان امریکایی جان باختند و 6 تنشان زخمی شدند و همچنان شمار تلفات به نظامیان افغان هم وارد شد که تا 3 و یا 6 زخمی گزارش ها آکی بود. در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای احمد بلال رحیمیار آگاه مسائل سیاسی. جناب رحیمیار بسیار تشکر زی که تشریف آوردین. در ابتدا اگر دیدتان در رابطه با چنین حملات داشته باشیم که بار چندم است که دانشگاه مارشال محمد قاسم فهیم از چنین موقعیت مورد حمله قرار میگیره، با باور شما مشکل ما از لحاظ ساختاری و از لحاظ ظرفیتی در کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینده های محترم تلویزیون آریانا نیوز، درود به روح پاک شهدای امروز و سایر شهدای افغانستان. واقعا دهشت و وحشت طالب ها کم شدنی نیست، کاهش یافتنی نیست. در این مورد حکومت افغانستان، امریکا باید هر چی زودتر تلاش کنند تا بالای موضوعات صلح، بالای طالب ها فشار بیارند، چون کاهش خشونت درد ملت، درد مردم افغانستان را دوا نمیکنه. ملت افغانستان، خاک افغانستان به یک صلح دائمی، به آتش بس دائمی نیاز داره و این حق ملت هم هست که بعد از 40 سال باید در این کشور، در این خاک صلح به وجود بیاید. دانشگاه مارشال قاسم فهیم در یک
جایی که در یک موقعیت قرار داره که بنابر ضروریاتی که بوده لازم نبود در می تو یک موقع در می تو یک جایی که افراد و اشخاص غیر از استادا و یا هم محصلین دانشگاه به اونجا برسن. حکومت افغانستان در کل وزارت دفاع ملی در دربهای ورودی و در امنیت اطراف دانشگاه مارشال صاحب باید تجدید نظر بکنن، باید یک تغییراتی به وجود بیارن. این بار اول هم نیست، بار آخر هم نخواهد باشه که محصلین ما و یا هم استادای ما و یا هم نظامیای ما در اونجا قربانی میشن. حکومت باید امو قسمی که طالب ها از تکنیک های جنگ استفاده میکنه، حکومت هم باید آمادگی های خود را داشته باشه، به خصوص اردوی ملی، به خصوص پلیس، به خصوص امنیت. از اون شیوایی که طالب ها به خاطر انتحار و انفجار استفاده میکنه باید قبل از وقوع جلوگیری صورت بگیره. که متاسفانه باور شما چنین حملاتی که صورت میگیره و مسئولیتش در گذشته هم ما چندین مورد داشتیم کسی به عهده نگرفت. فکر میکنین به کدام منظور است؟ آیا چند دستگی در میان مخالفان مسلح حکومت است و یا نه تلفات غیر نظامیان زمان وارد میشه مخصوصا طالبان این حملات به عهده نمیگیرن؟ دید واقعی و یا میتونین برداشتی که شما دارین با بیننده ها شریک بسازین چیست؟ متاسفانه دیروز هم خلیلزاد با طالبها در قطر نشستای دوباره خود آغاز کردن. هر نشستی که در قطر آغاز میشه یک حمله انتحاری یا انفجاری یا بالای نیروهای خارجی یا بالای نیروهای داخلی ما صورت میگیره. این یک زورنمایی از طرف طالبها است. قطعا عاملی از این حملات طالبها میباشند و اگر مسئولیت میگیرن و یا نمیگیرن، عامل جنگ، عامل امی بدبختی، عامل انتحار، انفجار و قربانی مردم امروز سبا طالب ها میباشن. بله، چند دستگی در میان طالب ها هم است. گروه سیاسیشان با گروه نظامیشان با گروه فرهنگیشان همیال همسو، هم نظر، هم فکر نیستن. طالب هایی که در جنگ هستن اونا میخواین جنگ ادامه پیدا کنه. طالب هایی که در قطر برنامه سیاسی طالب ها را به پیش میبرند، اونا میخواین صلح به وجود بیاین. طالب هایی که در بخش فرهنگی کار میکنن، اونا از صلح کرده برای جنگ بیشتر تبلیغ میکنن. متاسفانه این برای مردم افغانستان، برای حکومت افغانستان قابل قبول نیست. ما باید، طالب ها باید همدست شوند، هم فکر شوند. کشور خودشان است، در کشور خود صلح بیارن، دیگر استعمال بیگانه ها نشوند. به این صورت حملی امروز هم حتما طالبا انجام داده. جناب رحیمیار، با توجه به بحثایی که در داخل افغانستان جریان داره، شما را به این باور هستند که حس انتقام جویی به خاطر آنچه که برمیگرده به حس وطن دوستی و در کنارش افزایش بیکاری، فقری، موارد باعث شده که هراس افغانان از مردم افغانستان سربازگیری بکنن؟ آیا واقعا جامعه و مردم افغانستان به این پختگی رسیدن که دیگر با توجه به همی بحثای فقر و مثلا بحثای مهاجرت نرن به تومه هراس افغانان نشن؟ دقیقا مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی ای باعث میشه که افرادی که در اطراف های کشور ما و شما بیکار هستند و یا هم از لحاظ فرهنگی و تحصیلی و تعلیمی اونا پس ماندن و یا هم ضعیف هستند، اونا 100% میرن با گروه های مخالفین یک جا میشن و به خاطر به دست آوردن لقمنان و یا هم به خاطر اینکه هر انسان باشه بیکار باشه و مصروفیت نداشته باشه به چنین اعمال دست میزنم. این قابل نگرانی هست. حکومت افغانستان، مؤسسات داخلی و خارجی باید از سربازگیری طالب ها جلوگیری بکنن، از مهاجرت جوانان ما شما باید که جلوگیری بکنن، از معتاد شدن جوانان ما شما باید که جلوگیری بکنن. حداقل یک زمینه کار برای جوانای ما، برای کسایی که در اطراف خصوصا زندگی میکنن فراهم شود تا جوانای ما بیاین با حکومت خود کار کنن
و ملت سازی صورت بگیره. اگر بپردازیم به بحث همکاری شهروندان با نهادهای امنیتی به ویژه پلیس، فکر میکنین که این روحیه چقدر ایجاد شده و چقدر دیگه زمان نیاز است که این روحیه را ما تقویت بکنیم تا یک ارتباط خیلی عمیق و مستقیم میان نیروهای امنیتی و پلیس به میان بیاد؟ چون گفتم میشه که بدون همکاری شهروندان ممکن نیست که امنیت به گونه کامل تامین شود، اما فکر میکنین که چقدر لازم و ملزوم یک دیگر هستند و نقش شهروندان چقدر برجسته است؟ دقیقا همکاری مردم با پلیس خوشبختی و امنیت به بار میاره. نیروهای امنیتی ما الحمدلله امروز در بین مردم وجود دارن و حسن نیتشان، کردارشان، اخلاقشان نسبت به سالهای قبل فرق میکنه و همکاری میکنن با مردم و به می اساس ما دیدیم در چندین حوادث در کابل که همکاری مردم بوده تا یک تروریست، یک دوز، یک سارق، یک مجرم به پنجه قانون گرفتار شده و پنجه قانون سپرده شده. خوب است که یک مکانیزم خاص نیروهای امنیتی ما در این مورد داشته باشه تا از بین مردم و بین جامعه اینا از محبوبیت خاص برخوردار شوند. فعلا هم در اطراف ها پلیس و مردم به چشم بد میبینن، نیروهای امنیتی ما را، نیروهای اردوی ملی ما را، اینا را به چشم بد میبینن. باید در اطراف و در شهرها نیروهای امنیتی ما مکانیزم بسازه که در بین مردم باشن، در خدمت مردم باشن، با مردم رویه خیلی خوب داشته باشن تا مردم سرشان اعتماد کنن. اگر اعتماد مردم نیروهای امنیتی رو به دست آورد، وقت انشاءالله که کشورم به طرف جور شدن، به طرف آباد شدن میره. اگر بپردازیم به بحث سال، فکر میکنین که با توجه به تلاش‌های آمریکا و تلاش‌هایی که در داخل جریان داره و دلگرمی مردم به این روند، طالبان و پاکستان چقدر آماده هستن که دست از جنگ بردارن و فکر میکنین که مشخصه هایی که میتونه واقعا مردم امیدوار بسازه برای رسیدن به صلح کدام مؤلفه هست؟ اگر ما صلح را با پاکستان و با طالبها خلاص بکنیم، با صلح در کشور ما نمی آید. نزدیکترین دشمن ما، دیرینه ترین دشمن ما پاکستان است. از بعد دو تأسیس دشمن ما بوده و این دشمنیشان شاید ادامه پیدا بکنه. پاکستان در خیال و خیال حذف افغانستان است که این آرمان انشاءالله به گور می برد. طالبها کشورشان است. طالب ها همی خاکشان است، همی مردمشان است. نباید طعمه بیگانه ها شوه، نباید فریب اجنبی ها را بخوره، فریب پاکستانی و دیگر کشورهای دخیل در جنگ افغانستان را بخوره. صلح حق مردم افغانستان است. 40 سال جنگ باعث بدبختی، باعث مهاجرت، باعث صدها بدبختی در کشور ما شده. امروز صلح حق ماست. ملت افغانستان صلح می خواهد. طالب هایی که امروز یک سال میشه با امریکا گفتگوهای خود را آغاز کرده و این گفتگوها ادامه داره، هر چی زودتر با امریکا به یک توافق برسه، صلح و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. ما به این گفتگوها نیاز داریم. وقتی مشکل امریکا با طالب ها حل شود، مشکل افغانستان چطور میشه؟ مشکل ملت ما چطور میشه؟ مشکل حکومت ما چطور میشه؟ بحث کاهش خشونت ها روی میز است، اما حکومت افغانستان به آتش بس اشاره داره. اما چند قبل ما موارد داشتیم که گفته شده بود که بحث میان طالبان و امریکا به میان خواهد آمد و توافق امضا خواهد شد. اما فکر میکنین که واقعا جنگی که در مقابل نیروهای امنیتی آنچنانی که خود طالبان گفتن متوقف نمیشه، چه پیامی را میرسونه و آیا مردم افغانستان، کسانی که جوانانی که به صفوف نیروهای امنیتی میرن، فکر میکنین که با توجه به چنین حملات از تعدادشان کاسته میشه و دل سرد میشن و یا نه حس وطن دوستی در میان جوانان و کسانی که در نیروهای امنیتی فعالیت میکنن هنوز هم برجسته و پررنگ است؟ اول میایم سر حرف اخیرتان. الحمدلله یک چیزی که ترویج یافته اوی است که جوانای ما با شوق و با ذوق و با انگیزه خاص به خاطر حفاظت از تمامیت ارضی و مردمشان با نیروهای امنیتی میرن و هیچ انگیزه و هیچ فکر منفی در ذهنشان پیدا نمیشه. هر چقدر قربانی میتیم، الحمدلله نیروهای امنیتی ما شجاعتر میشه، دلاورتر میشه. طالبایی که موضوع کاهش حملات در افغانستان به امریکا پیشنهاد کرده، کاهش
حملاتشان، کاهش جنگهایشان درد ملت قبلا هم گفتم دوا نمیکنه. حکومت افغانستان حکومت مردمی است، حکومت انتخاب شده از بین مردم هست. قطع جنگ، آتش بس فوری از ضروریات ملت است، از ضروریات کشور است. طالبایی که امروز با امریکا گفتگو داره و نمیخواهد در کشورشان، در خاکشان آتش بس به وجود بیاید، یک زورنمایی میکنند به خاطر امتیازگیری، به خاطر که در حکومت‌های بعدی از امریکا و از حکومت افغانستان امتیاز بیشتر به دست بیارن و خود را بزرگ بسازند، به او خاطر قطع جنگ قبول ندارن، کاهش جنگ قبول ندارن. چنانچه گفته میشه کسانی که در رده پایین هستند، سربازان، فرماندهان، اینا به شکل که باید مسئولیت خود انجام بتن میتن، ولی مشکلاتی که ما در رده های بلند در رهبری داریم باعث شده که نیروهای امنیتی ما مورد حمله قرار بگیرند. دید شما چی است با توجه به تلفاتی که وارد میشه، با توجه به حجم جنگ؟ فکر میکنین که اصل مشکل ما در نظام، در بحث نیروهای امنیتی در کجاست و مخصوصا زمانی که مراکز نظامی مورد حمله قرار میگیره؟ دقیقا حرف خوب را اشاره کردین. نیروهای امنیتی ما که در صفوف جنگ هستند، در خطای نبرد هستند، در جای هستند که تعرضات دشمن سرشان همیشه با وقوع پیوسته، اونها به هدایت بزرگای ما ضرورت داره. متاسفانه سیستم ما سیستم کلاسیک است. یکی از شخصیت های بلندپایه امنیتی یک روز با ما قصه کردن که ما اگر یک حمله در یک جای انجام میتیم، مگر ما کاغذ پرانی کنیم، مگر ما یک روز دو روز منتظر بمانیم، منتظر هدایت بزرگا بمانیم، حتی منتظر هدایت سر محکمه بمانیم، در کشوری که جنگ، در کشوری که دشمن هر روز در حال تعرض است، در حال حمله است، باید پاسخ مثبت، پاسخ بالمثل به او داده شود. ضرورت نیست یک کندکی که جور میشه، یک پوسته که جور میشه، یک قماندانی که جور میشه، او باید مکلف باشه وقتی دشمن سرش حمله میکنه یا تحرکات از خود نشان میده، باید امو ساعت از بین برده شوه، امو ساعت حملات نظامی بالای صورت بگیره. نباید منتظر بزرگا و یا هم منتظر مرکز و یا هم رهبری باشن. این باید نیروهای امنیتی ما به خصوص وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی برای از این هم یک مکانیزم بسازه که هر قطعی که در هر جا موقعیت داره، اگر تحرکات دشمنه میبینه یا حملات دشمنه، حمل بالمثل نشان بده و دشمنه باید از بین ببره. فکر میکنین که بحث فساد چقدر به بدنه نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان آسیب میرسانه و چطور میشه این بحث ریشکن ساخت و یا چنین تعهدی و دیدگاه در میان حکومت و سیاسیون و کسانی که در نظام هستن وجود داره؟ فساد تنها نیروهای امنیتی نه، فساد باعث ضعف تمام ارگانهای دولتی میشه، باعث رکود اقتصاد ما میشه، باعث فاصله بین مردم و حکومت میشه. اخیرا در ادارات دولتی ما، در ادارات، در ارگانهای نظامی و امنیتی ما، الحمدلله دیده میشه که فساد به سطح کاهش، به شکل کاهش یافته. یعنی هستن اشخاص دلسوز، اشخاص متحد، اشخاص پاک نفسی که به خاطر محو فساد در حکومت افغانستان کار میکنند، اما در کل فساد برای جامعه، برای حکومت مضر است. فکر میکنین که حملاتی که این چنینی صورت میگیره چقدر عناصر داخلی با او مرتبط هستند؟ چنانچه ما بحثایی هم داشتیم و روز گذشته هم که گزارش های منتشر شد از حملاتی که کسانی که لباس نظامیان افغان وطن داشتند و امریکا یا و نظامیان افغان تیراندازی کردند که در نتیجه از او نزدیک به 10 تن کشته و زخمی شدند. فکر میکنید که این نفوذی ها در کدام رده ها هستند و آیا قابلیت حکومت افغانستان برای مهار افراد بلند است؟ نفوذی ها در کشور، در ایتو یک شرایط شاید که به شکل پنهانی باشه و هستن و ثابت شدن، اما ما قهرمان های خود، ما جنرال های خود، توسط مثال جنرال رازق شهیده، ما توسط یک نفوذی از دست دادیم. همین تو با می شکل در داخل کندک ها و در داخل بیزهای امریکایی ها، همین تو
این متاسفانه چشمه میگیره از رده های پایین نیروهای امنیتی ما، نه بالا. کسایی که نو در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی ما داخل میشن، باید از اینا تضمین معتبر گرفته شوه تا کسی نباشن که فردا روز برای حکومت ما، برای نیروهای امنیتی ما دردسر ایجاد بکنن. در بعض موارد وقتی که فکر میکنی که یک حمله کننده انتحاری، یک متربم تا او سرحد میرسه که هیچ امکانش نیست، یک فرد عادی اگر ما خودت برایم شاید تا او سرحد نرسیم، اما یک انتحاری میبینی میرسه. این قابل بحث است. دهی باید رهبری نیروهای امنیتی ما مکانیزمی داشته باشه، تصامیم جدی و لازمی باید داشته باشند که جلو افراد نفوذی و افرادی که با گروه طالبا و یا داعش همکاری دارند باید از صفوف نیروهای امنیتی اینا تصفیه شوند. سپاسگزارم از حضورتان. به حال هم از بغلان محمد زاکر نوری همکارمان از درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در مسیر بزرگراه بغلان قندوز میگوید که 11 تن در آن حمله کشته شدند که طالبان بودند. سلام به خودت زاکر، آخرین جزئیات از درگیری چی است و وضعیت چگونه است در حال حاضر؟ سلام همکار عزیز، صبح شما بخیر و صبح بینندگان آریانا نیوز و همکاران هم در استودیوی مرکزی بخیر باشه. دیروز عصر طالبا بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ارتش ملی در مسیر شارای بغلان کندوز دقیق در استقامت جنگلباغ ولسوالی بغلان مرکزی حمله کردند که بالاخره قوای هوایی ارتش ملی مداخله میکنه و در نتیجه به گفته فرمانده ارتش ملی در بغلان آقای محمد نبی نبیزاده 11 طالب مسلح کشته شده و 5 تن دیگر هم زخم برداشته. اگرچه طالبان مسلح هنوز در این مورد واکنش نداشتن یا اطلاعی را منتشر نساخته، اما منابع محل هم تایید کردن درگیری را و گفتند که راه برای چندین ساعت بسته بود. راه ولایت های کندوز، تخار و بدخشان در استقامت ولسوالی بغلان مرکزی و منابع محل تایید کردند که تایید درگیری یک تانکر از نیروهای امنیتی و یک موتر از زیر پوششان حریق شده یا منفجر شده یا هدف قرار گرفته و همچنان سه سرباز که دویش مربوط به ارتش ملی میشه، یکیش هم سرباز امنیت ملی است به گفته این منابع، کشته شده و سه تن دیگر هم به حالت زخمی به شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی منتقل شده. منابع محلی بغلان را اگرچه بارها تماس گرفتیم در این مورد چیزی را در اختیار رسانه قرار ندادن. در حال حاضر را برای رفت آمد موترهای ملکی و نظامی باز است، اما چالش ها و مشکلات هنوز در مسیر شارهای بغلان وجود داره و مردم از این ناحیه و مخصوصا از ایستهای بازرسی طالبان مسلح در همین استقامتی که درگیری هم شده خیلی ها نگران هستند. در رابطه با کندوز اگر داشته باشیم جزئیات زاکر، که وضعیت چگونه است و آیا تهدیدی که در گذشته وجود داشت به خاطر سقوط این شهر هنوز هم پا برجاست و یا نه؟ خب کندوز و بغلان یکی از دیگر متاثر است، به دلیل از اینکه طالبان مسلح بغلان و طالبان مسلح کندوز به گونه مشترک برای نام ساختن این دولت دست به حرکات میزنن. آنچنان که وضعیت بغلان هم هر روز بدتر میشه یا نامی ها بیشتر میشه، مسیر شارهاش تهدید میشه، این متاثر میسازه کندوز را هم، چرا که بسته وقت نمیشه که نیروها بره به کمک کندوز و کندوز از وضعیت که داره نجات بدن. بدون شک اگر عملیات زمستانی در کندوز و یا در بغلان انجام نشه و صاحب نامن ولایت کندوز و بغلان از وجود مخالفین مسلح تصفیه نشه، عواقبش آنقدر که خوب پیش بینی میشه پیش بینی خوب نخواهد شد، به دلیل از اینکه مشکلات هر روز بیشتر میشه، مسیر شارهایی که منتهی میشه به کندوز و همچنان نیسو به طرف ولایت سمنگان و بلخ منتهی میشه هر روز نامن میشه و حتی مسیر شارهای خود بغلان تا کابل مشکلات خود را داره. تشکر یکم. بسیار تشکر آقای نوری که با ما در برنامه بودید. من سپاسگزارم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.